فیلم الولا یک مؤسسه‌ایه که زیر پوشش رول کمیشن اف الولاز. الولا منطقه در شمال غرب عربستان، منطقه که 200,000 سال تاریخ داره، مناظری داره که هیچ وقت دیده نشده. اولین یونسکو سایت عربستان در الولا هست، هگرا، و هدف ما اینه که فیلمسازا بیان و این منطقه رو ببینن و فیلماشون رو اونجا بسازن. هدف ما اینه که توی الولا یک منطقه درست کنیم که برای فیلمسازا راحت باشه که بتونن بیان فیلمشون رو بسازن. آخر 2023 کارمون، هدفمون اینه که شرکت‌های مختلف که به ساختن فیلم کمک میکنن بیان و تو الولا پایشون رو بسازن که فیلمسازی رو برای کسانی که میان اونجا فیلم بسازن راحت بکنن. ما در ضمن ما کش ریبیت هم داریم که حدود 40% کش ریبیتمونه و انسنتیوهای دیگه هم آفر میکنیم برای فیلمسازا که بیان توی الولا فیلمشون رو بسازن. توی الولا ما خیلی حمایت، یه پروگرام داریم که it's called the development program که به فیلمسازا کمک میکنیم و انکارش میکنیم فیلمسازای زن بیان و توی الولا فیلم بسازن. ولی خود سعودی عربیا خیلی فیلمسازای زن داره. اولین فیلمساز زنش که مطمئنم که میدونین، هایفا المنصور با فیلم واجدا که کلی جایزه برده توی همه جای دنیا، یکی از بهترین فیلم‌ها بوده و الانم با فیلم فستیوالی که ستاپ کردن حدود 30 تا الان فیلم عرب، 20 تا 30 تا فیلم سعودی دارن توی این فستیوال و خیلی فیلمسازای زن اینجا هستن که دارن فیلم میسازن. ما امسال سپانسر کردیم فستیوالو در دو قسمت. یکی اینی که دریای سرخ دو تا جایزه داره، یکی The Audience Award که اون فیلمیه که خود تماشاگرا برای فیلمی که دوست دارن رای میدن و آخر فستیوال معلوم میشه کدوم فیلم بهترین فیلمه. الولا این اوارد رو داره سپانسر میکنه و یکی هم برای بهترین فیلم عربستان. همینطوری که بازم میدونین فستیوال پارسال یکی از جایزه‌هایی که برنده شد برای فیلم ایرانی بود و امسال هم دو تا فیلم ایرانی توی فیلم فستیوال هست. اینجا برای فیلمسازا هر فیلمسازی از هر جای دنیا ولکامشون میکنن و همش هم راجع به کریتیویتیه، برایشون مهم نیست چه کشوریه. من 2020 برای اولین بار اومدم عربستان و نظرم خیلی مثل بقیه آدمایی که نیومدن عربستان، همش فکر میکردم وای مثلا چه جوریه، یه زنم میخوام بیام عربستان و اینی که ایران به دنیا اومدم. ولی روزی که اومدم اینجا، رفتم من برای دریای سرخ اول شروع کردم کار کردن سال اولی که اومدم اینجا و وقتی وارد دفترمون شدم اصلا برام باور نکردنی بود که بیشتر آدمایی که تو این شرکت دارن کار میکنن زنن، دخترای جوونن، دخترایی که خیلی کریتیو هستن و اصلا پرسپشن هم کاملا عوض شد و واقعا از به عنوان یک زن توی عربستان کار کردن برای من یه افتخاره.